علی سورنا یه دونه ترک داده به اسم بوسه یهودا. سوگل خیلی دوست داشت علی سورنا رو. من و سوگل با هم دیگه سورنا رو شناختیم. خیلی وقت ترک نداده. یه چند تا مسئله مشکوک این وسط هست. عجیب. مشکوک که نه. عجیب. برو برگرد برای تعریف کنم. درود، پدرامیتو هستم و خیلی خوش اومدید به کانال پدرامیتو. لایک کن، سابسکرایب کن، هر کاری دوست داری بکن، دوست هم نداری نکن. ببینید بچه ها، امروز من یه دونه ترک دادم بیرون، یه آهنگ دادم بیرون. اسم ترک بود Upon This. کاور کارو بذارید بهتون نشون بدم. این کاور کاره مسیحه و اینم مریم مجدلیه و اسمش Upon Thisه و توی شعرش میگم مربوط میشه به مسیح. من چرا امروز ترک رو دادم؟ امروز 25 دی ماه 25 با هم دیگه جمع بشه میشه 7 1403 1402 مجموعش میشه 7. وسط هم 10 0 و 1 با هم دیگه جمع میشه میشه 1. یعنی وسط 1، یه 7 اینور، یه 7 اینور. عدد 7 عدد عرفانه. دو تا 7 با هم دیگه میشه 14. خب به اضافه اون 1 میشه 15. 15 عدد عشقه. عشق و عرفان با هم دیگه وقتی که ادغام بشه، یعنی روح و عشق وقتی که با هم دیگه ادغام بشه، این تاریخی که الان دارم بهتون میگم، من عقص این تاریخ رو انتخاب کردم، 25 دی 1402، که همین عرفان و عشق با هم دیگه ادغام داره، یعنی لب تو لب میشن تو این روز، تو این تاریخ. و گفتم تو این روز بدم چون آهنگی که میخواستم بدم بیرون هم عشقی بود هم عرفانی، حالت عرفانی طوره. حالا آهنگ و آخر ویدیو تگ میکنم برید ببینید. یه خود پشمام ریخته. بعد بوسه یهودا. یهودا کسی بود که به مسیح خیانت کرد و من توی این آهنگ میبینید مسیح مجدلیه، توی این آهنگ میگم حالا گوش بدید. اسیرم من، صلیبم من، مسیحم من که میگرید، تو رستی به جانم مجدلیه ای مریم. یه همچین چیزی شعرش هست. سوگل سورنا رو دوست داره. من ترک دادم واسه سوگل. حالا مسیح توش داره، بوسه یهودا، 25 دی ماه. نمیدونم. خلاصه بریم آهنگو گوش بدیم. ولش کن، شاید هم همه اینا الکیه، همجی شانسی و تخمی همه چی همجوری بوده. نمیدونم. بریم آهنگو داشته باشیم. ورود دیدی تاتون. توی این فیلم ها دیدی وقتی که یه اتفاق میفته، یکی کشته میشه، یه همچین صدایی میاد و یه همچین حزنی. مثلا یکی تیر میخوره یا یکی موقعی که میخواد اعدام بشه چهار پایش رو میزنن زیر پاش آویزون میشه، این صدا دیدی تو این فیلم ها. این اتفاق موقعی که یک اتفاق هولناک و دردناک میفته، ما با این صدا روبرو میشیم، زیر صدا. و اما کاور خیلی عجیب شده، خیلی عجیب شده، اصلا دیگه داره اعصابم گاییده میشه. نمیدونم من کجای این بازیم، من کیم اصلا، من چه کاری باید انجام بدم. این داره اذیتم میکنه چون نشانه دارم هی دریافت میکنم. بگذاریم. سبک امپرسیونیسمه گویای جورایی، سبک نقاشی طوره و این بالا خون اینجوری زده پاسیده پایین. باید یه خورده به در شوخی بگیرم، یه خورده فشار رومه، یه خورده دارم اذیت میشم، یه خورده کسکلکش رو زیاد کنم که رد شه. و این صدایی که داریم میشنویم صدایی که معمولا تو کورال کلیسا خیلی استفاده میشه. کلیسا نرفتید شما، شاید هم رفتید نمیدونم، ولی اگر کلیسا برید، مخصوصا کلیسه هایی که فارسی زبان نباشه، خیلی با این تونالیته مواجه میشه. بر
اساس حادثه اینجا. وای صداش پشمام ریخ آقام سرنا صدات قربون. بر اساس حادثه اینجام با انتقام از ضربات فاجعه از یه زور که از سوی نزد نگامون میکرد با دستور آسمون رو به قانون میبست نزد نزد توی هزار جون میدادن تکرار میکردن فکر میکردن دژاوو میشن مزوزه کسایی که نمیدونن دژاوو چیه دژاوو البته کسایی که طرفدار سورنان دیگه مگه میشه ندونن دژاوو چیه حالا من توضیح میدم دیدی تا حالا توی یه دونه هدفونو به یاد قدیم در بیارم چون باید هر خیلی میخوام حرف بزنم توی این ویدیو حوصله کن به قوله یاز حوصله کن خیلی فشار رو میده مغزم داره میپکه اصلا پشمام اولا پشمام ریخته دژاوو حالتیه که مثلا میگه قبلا این صحنه رو دیدم اینجا بودم حتی این موزیک داره پرتاش پخش میشد یا مثلا اون بو تو هوا بود همه اون چیزا همون همه اون حسایی که داری و تو باهاش مواجه میشی و من خیلی دژاوو میشم دیگه اینقدر همزمانی میشم اینقدر دیگه دارم همزمانی میشم اینقدر دارم دژاوو میشم دیگه دارم اذیت میشم یعنی یه جوری شده که عصبی هم میام چرا یه خود نرمال بریم جلو دیگه اینقدر دیگه نباید اینقدر بعد چی میخواستم بگم آره دژاوو اینه این دژاووه سیاه شب یه سوز حساسی از شکاف مرگ رویدم از خون اختیار فکر میکردن دژاوو میشن مزوزه سیاه شب یه سوز حساسی از شکاف مرگ رویدم از خون اختیار رویدم از خون اختیار این خونی که از این بالا ریخته روییدم از خون اختیار چون میدونید که انسان تنها موجودیه که یک سری اختیارات داره یعنی به واسطه تفکر اختیارم داره که انتخابم بکنه یعنی هم حق انتخاب داره هم اختیار داره روییدم از خون اختیار سی از شکاف مرگ روییدم از خون اختیار با لمس عشق توی مرز ممنوعه با تجربه لمس عشق توی مرز ممنوعه یک عشق ممنوعه توی با لمس عشق تو مرز ممنوعه شکاف مرگ رویدم از خون اختیار با لمس عشق توی مرز ممنوعه با لمس عشق توی مرز ممنوعه همون ایرانو داره میگه که ممنوعه دیگه توی مرزی که ممنوعه عشق و عاشقی و کلا این چیزا ممنوعه دیگه فقط با تجربه یه عمیق ترین بوسه سیاسی برهنه شدم از قفله به نماد و دیدم بین زور و قانون تو نفره حواست بوسه چیزهایی میگه البته فهمیدن سورنا تو دفعه اول گوش دادن واقعا خیلی خیلی باید دانش ادبیاتت قوی باشه که بتونی تو همون اول بفهمی چی میگه من اولا نسب حواسم پرت اینه که من و سورنا تو یه روز آهنگ دادیم جفتمونم مربوط به مسیحه یعنی اون اسمش بوسه یهوداست یهودا کسی بود که به مسیح خیانت کرد مسیحو به گاییدن داد در صورتی که عاشق ترینم بود یعنی توی حالا شما شاید خیلی روی مسیحیت وقت نذاشتید یهودا تو اون 12 حواریون 12 تا رفیقی که داشت یعنی طرفدار کرد یاری که داشت همون حواریون یهودا از همه بیشتر به مسیح نزدیک بود و همون فروخت مسیحو کسی که بیشترین عشقو داشت توی اون 12 نفر فیلم مصائب مسیحو حتما ببینید اگه ندیدید به چند تا سکه فروختتش یه خود فشار روم قلبم یه جوری شده اصلا حالم بده بین زور قانونتون افره حواست قرار دادتون مورفین رو داد تو دستم گوزن وحشی با حکم قوه قضا خواستم تیم بشم با بچه ها به زده باباها بابا باهاشون تیم شدن زرن زیر پام خواستم با بچه ها تیم بشم به زده باباها باباهاشون تیم شدن زدن زیر پام میخواستم با نسل جدید هماهنگ بشم که نسل قدیم رو پاکسازی کنیم نسل قدیم زد خار ما رو گایید تفسیر سورنا رو ببین چجوری با فوش فرو کردم
ده شده دنیا ستاره پشت سرم، عمقی نمون تو هر نگاه مختصر، یه دره عمیق آنی خالی شد از جادو، شد یه ارتفاع مختصر از گناه شعر سرود هرزگی. بابا من نمیدونم بیتو باید توجه کنم، باید شعر رو توجه کنم، گرمی صدای سورنا رو توجه کنم، از هر طرف داره منو میکشه، یعنی صدا فقط خود صدای سورنا داره از یه سمت منو میکشه، شعر از یه سمت دیگه خیرمو گرفته داره میکشه، مثل این کسایی که دیدی دست و پاشونو میبندن به تناب با ماشین از چهار طرف میکشن، روح و روانم الان اینجوری دارن از همدیگه گسسته میشه، موزیک از یه طرف داره میگاد منو. تو تسلیس مقدس عشق جنون برهنگی، من عذرخواهی میکنم از طرفدارای سورنا، اینقدر بی ادب نباش پدر، از گناه شعر سرود هرزگی، تو تسلیس مقدس عشق جنون برهنگی، مکش منو برد توی حافظه خالی، این خلأ مرز من بود یه فاصله تاسی، شراب شلاق و شراره های شک وقت شام شیرین، آخر یه قاب تلخ آزاد که دوش خواستم و کام، بیت منو میدوزه، بیت خیلی قویه، خیلی بیت قویه، این خلأ مرز من بود یه فاصله تاسی، شراب شلاق و شراره های شک وقت شام شیرین، آخر یه قاب تلخ آزاد که دوش خواستم و کام و لو بدم به هزار، اما هزار منو لو دادن به حکام، کام و لو بدم به هزار، اما هزار داره از مردم میگه، داره میگه که آقا من میخواستم با مردم باشم، این چیز برداشتی که من میکنم، من میخواستم با تو مردم باشم، ولی مردم بذار ببینم اشتباه، این آخر یه قاب تلخ آزاد که توش خواستم و کام و لو بدم به هزار، توش میخواستم لو بدم حکام و به هزار، یعنی میخواستم پته بالدستی ها رو بریزم به پیش مردم، ولی مردم منو فروختن به حکام، اما هزار منو لو دادن به حکام، مثل تن لخت گلوله مامورا لخت، تنم صدام از سوزه هیولا، په حقیقت شام آخر رو بچین دوباره، من فقط مسیح مجرم پشت بوسه یهودا، من مسیح مجرم پشت بوسه یهودا، مسیح مجرم، بعد خیلی جالبه مسیح و مجرم کرد، ببینید تو این عکسه، تو این عکسه مسیح و باز من یه جورایی مجرم، یعنی میدونی گناه آلودش کردم مسیحو توی این عکس که داره با مجدلیه سکس میکنه، آپاندیسش هم زده بیرون و فلان و اینا، یعنی این زخم هم زخم آپاندیس همون زخمیه که چون وقتی که بردن فرستادنش روی صلیب مصلوبش کردن با یه خنجر پهلوشو، دقیقا همین پهلوشو اینجا رو سمت راست رو شکافتن، و حالا اون آهنگ آخر این ویدیو تگ میکنم برید اونو ببینید، بعد آهنگ سورنا کجا، آهنگ من کجا، سورنا عمیق و فلان، حتی مال منم بدی نیست، خودم دوستش دارم، حالا شاید خیلی قوی نباشه به این اندازه سورنا، ولی خب احساس دارم بهش، به هر حال از یک دل رنجور زده بیرون، اما بی سرود مرگ ظلمی زد تو چشم بی فروغ من، تمام تعهداتم رو کشتم به جز هنر، نمیشد بخرم، تمام تعهداتم رو کشتم به جز هنر، تمام تعهداتشو، یعنی میگه من رپرم هنوز، خیانت نکردم به رپ، تعهداتمو کشتم به جز هنر، نمیشد بخرنم میفروختن، نمیشد بخرنم اونا میفروختن، ولی نداشت از مسیر علامت منو، مسیر بدون مقصد سراسر تبو، من فهمیدم از سلولای آهنی رو آبوش شکاف مرز له میکنه پناهنده رو، بگو خیلی سنگینه است، اما آهنگای سورنا اینقدر سنگینه که زور روان من نمیکشه، تحمل نمیتونه بکنه، نمیتونه. بچه ها من چند روزیه که خیلی حالم بد بود سر همین جریانات رپرهای حکومتی و خودتون دیگه میدونید دیگه، مردم دیدی میگفت من اومدم حکام رو بفروشم به مردم، مردم منو لو دادن به حکام، توی ریاکشن یه دونه ریاکشن قبلتر رفتم به پوری، خب من میدونید که مصر بودم که و هستم که پوری، نه تنها پوری، کسایی که توی کشور دارن کار میکنن، ترک میدن بیرون گر و گر راحت، موزیک ویدیو میدم، موزیک میدم بیرون، هیچ کس هم باهاشون هیچ کاری نداره، از گنگ میخونن، مواد میخونن، میرن خارج کنسرت میذارن، بر میگردن و هیچکی بهشون کار نداره، من معتقدم که اینا وصلن، همشون وصلن، نه فقط پوری، ولی خب اینو کسی قبول نمی کنه. به یکی از
پدیارا داشتم میگفتم، میگفتم که عزاداری خمینی با شکوه ترین عزاداری بود، یعنی رکورد تو گینس رکورد زد. 10 میلیون نفر اومدن، اون موقع جمعیت ایران 30 میلیون بود، 10 میلیون واسه عزاداریش اومدن، 1/3 جمعیت ایران جمع شد واسه عزاداریش، واسه کسی که ایران رو نابود کرد سینه دریدن. کلن ایرانی ها خائنین رو میپرستن. از اون ور محمد رضا رو انداختن بیرون، رضا شاه رو انداختن بیرون. وقتی که رضا شاه رو داشتن تبعید میکردن، اصلا یه دونه از مردم نیومدن تو خیابون بگن آقا این شاه ما رو کجا داری تبعید میکنی، کسی که واسه ما راهن کشید، کسی که دانشگاه درست کرد، کسی که ما رو از کثافت نجات داد، ما رو از فقر و گرسنگی و امان از دسته این مردم. کجاست مرز رهایی؟ من که خارم تو درز سیاست، استعاره ها شاهدانه. من خارم تو درز سیاست، مادر سیاست رو گاهی درز پیدا کردم، خار شدم رفتم توش. من یک خارم تو درز سیاست، استعاره ها شاهدانه قتل رخصن. من نیانم تو قلب سیافت شهر، تجربه ی رسواتر از رفتن مرد و خخره. با هشدار نترسیدم، من نیستم سگ نگهبان. من نمیدونم الان بیتو باید گوش بدم، بیت داره چی کار میکنه اون زیر، چه فواصل عجیبی داره میگه. تجربه ی رسواتر از رفتن مرد و خخره. با هشدار نترسیدم، من نیستم سگ نگهبان نگاه مرده. با هشدار نترسیدم، سگ نگاه داخل دیدی میگن نگات سگ داره، چشات سگ داره، سگ مرده نگاه گرسنه گو. نترسیدم من نیستم سگ نگهبان نگاه مرده، نگاه مرده. مسیر محدود و نشخار نکردم، گرم و گستاخ زدم، شکست از سنت و تو خونیش بازار صورتش. ما زدیم زیر ستون انگ وطن، بگش کنار تا نریز آوار رو تنت. زدیم زیر ستون انگ، انگ وطن، انگ ستون انگ وطن، بگش انگ وطن، یعنی یه انگی به وطن بود که زدیم زیر ستونش، خارش رو گاییدیم، بکش کنار که آوارش نریزه، اون انگه نیاد، اون انگی که من ستونش رو شکستم آوارش نریزه رو سر تو. فکر کنم دیس رپرا هم هست، خیلی عمیق. صورتش ما زدیم زیر ستون انگه وطن، بکش کنار تا نریزه آوار رو تنت. خطر خاک زخم تیر تراژدی تای طبقه ها، رقصه با ریتم تاریک کمدی تبعیض توف به قانون. من بیرونم از روند سیستماتیک، من بیرونم از روند سیستماتیک. واقعا بچه ها اینو شما قبول نمی کنید، متاسفانه خیلیاتون قبول نمی کنید. متاسفانه کسای چون اینقدر از هزار و یک چیز داره به فشار میاد. ببینید انقلاب مهسا امینی، زن زندگی آزادی افتاده دست دهه 80 ها. دهه 80 ها عاشق رپن و تمام رپرهایی که داخل کشور دارن سرگرم میکنن مردم رو. حتی همین ملتفت و دیس و دیسبازی ها، اون تایم که دیس و دیسبازی شده بود اینترنت گرون شد، ارومیه خشک شد تو همون تایم، حالا نه دقیقا تو اون تایم ولی تو همون معضلات بود، اختلاس ها اتفاق افتاد، سرگرم کردن مردم رو. پارسال هم باز پوری و هیپاپولوژی سرگرم کردن مردم رو، مردم منظور همون دهه 80 هست. اونایی که پیرپاتلن که کاری به کسی ندارن، اهمیتی ندارن، تأثیری ندارن. نبض انقلاب دست دهه 80 هست و متاسفانه خیلی از رپرهای محبوب دهه 80 ها الان دارن با حکومت همکاری میکنن. نمیان بگن آ جمهوری اسلامی خوبه، همین که سرگرم میکنن، حواسا رو پرت میکنن. یعنی اینجوری نیستش که بیان جمهوری اسلامی رو بکوبن بگن او بده، یا بیان بگن نه خوبه و فلان و اینا. همین که حواس پرت میکنن، حواس رو از همه اون مسائلی که مهمه پرت میکنن، این موزله. جای کاری زدیم ما بیخ به لاشیا، ما با تای تاریخ ما خود گناه بازیمون. ما بیخ زدیم به لاشیا چی؟ تماتیت کجای کاری زدیم ما بیخ به لاشیا، ما با تای تاریخ ما خود گناه بازیمون. حالا میل به صحت کجا بذاریم؟ مثل سینه سازمون صدای سرخ سربه، ما خونه بدن خیابون صحنه جنایت، نرز رحشه صداقت دروغ کفتار و شیر، یعنی رفتن مکش تا ته بی حمایت.
خدای من آقام سرنا چقدر خفنی تو، چقدر چیزایی باید دار شیر، یعنی رفتن مکش تو ته بی حمایت حتی پاره میکنه باز نره جنازم. آه نره جنازم هم ترت میده خسیش. به این میگن شعر، به این میگن ادبیات، به این میگن رپ، به این میگن صدا. عجیل هشی من تو رو کشتم، بیام پیش میکروفون که کونت پار است بدبخت. ما گنده ایم، ما خدایی، ما کنمون کلافته، دوست دخترت زیر من خوابیده، تو بیا دوست دخترتو بکن. بابا کونی تو، من با کنتم، با کنه ننتم، تو اونو هل دادی، اون هم با کسشر. کسشر واقعا کسشر، یعنی اونو پفکن قشنگ در برابر این، اونا پفکن. اگر این کباب سلطانی باشه اونا پفکن. اگر این پفک باشه اونا اصلا هیچی نیستن، اونا گرد و خاک رو هوان. حتی پاره میکنه باز نره جنازم، منو اهلی نکن. موزیک خیلی گاده. بعد تقریبا راک محور پروگرسیو، قشنگ پروگرسیو رپ راکه و چند تا سبک دیگر هم باید باهاش قاطی کنیم. مثلا یه چیز عجیبیه این. چپ درانسی دروت دو دروت دو خیلی موزیک خفنه. این موزیکو با یه بار گوش دادن عمرن نشه فقط موزیکشو فهمید. یعنی من همین الانم هم بشینم کامل موزیکشو دقیق بشینم گوش بدن نمیتونم کامل درکش کنم. یعنی باید چند بار گوش بدن تا بفهم آها الان این پد این کارو کرد، اونجا اینو زد، درامز اینو زد، همه رو بتونم درک کنم. خیلی غنیه، خیلی غنیه. مکش منو برد تو سرگذشت زور، افتادم تو مردمان کور، افتادم تو مردمان کور. چی بهتون میگفتم؟ فقط هم این نیست، فقط صحبت من صحبت پوری و امثال این نسل حالا 4 و 3 و 2 و 1 و اینا نیست. سال 1396 رای گیری روحانی بود، رای گیری برای ریاست جمهوری بود. هم موقع حالا شما اون موقع منو شاید نمیشناختید اصلا، خیلیاتون یا همتون اصلا نمیشناختید. توی این اینستاگرام، فیسبوک، این ور اون ور من فعالیت میکردم. آقا رأی ندید، نرید پای صندوق رأی، بذارید اینجوری پشت حکومت خالی بشه، ببینن هیچکی نیومده رأی بده، خایه میکنن، دهنشون گایده میشه. وقتی که شما میری رأی بدید ازتون فیلم برداری میکنن، آقا ببینید اومدن دارن به ما رأی میدن، پس مشروعیم دیگه، مردم ما رو قبول دارن که اومدن پای صندوقای رأی. خار خر خودم رو داشتم اون موقع میگاییدم. دوستای من، فامیل من میومدن مادر منو میگاییدن که خفه شد تو، چی کسشر چرا میگی؟ ما رأی ندیم چی میشه؟ مثلا اگر رأی ندیم رئیسی رئیس جمهور میشه، بدبخت میشیم. راستی الان رئیس جمهور کیه؟ آه رئیسیه. یعنی روحانی رئیس جمهور شد، کارشو کرد، رفت، حالا رئیسی اومد کارشو. سر سلیمانی، قاسم سلیمانی، من پست میذاشتم آقا این حرومزاده است، این کسننه است، این داعش چیه فلان اینا. نه قهرمان، رفیقا میومدن مادر منو میگاییدن که تو، خوار منو میگاییدن که تو این قهرمان ملی، درسته که جمهوری اسلامی دیوس و کسکشه فلان ایناست، حرومزاده است، وطن فروشه، ولی اگر قاسم سلیمانی نبود الان داعش داشت چون ما میذاشت زن و بچه ای ما رو میکردن. خب الان قاسم سلیمانی نیست، پس داعش چرا نمیاد؟ بعد مگه قاسم سلیمانی داعش رو از بین نبرده بود؟ چطور دوباره داعش بمبگذاری کرد توی عزاداری این خودش؟ بالاخره یا داعش از بین رفته یا نرفته. اگر قاسم سلیمانی داعش رو از بین برده، چون دادار دودور قاسم سلیمانی داده داعش رو از بین برد، پس این چیه؟ پس اگر داعش هست الان هم قاسم سلیمانی نیست، چرا داعش نمیاد کنه ما رو پاره کنه؟ اون موقع میگفتید اگر قاسم سلیمانی نباشه داعش میاد تو ایران، الان نیست که قاسم.
خواهر منو میگاهیدن، الانم سر پوری خواهر منو دارن میگاهن، همون انسان ها، مردم کور. دیگه خیلی نمیخوام به سیاست بپردازم چون دارم گاهیده میشم دیگه، همه چیزم سفید شد، ریش، پوست، مو، چشم، همه چیم داره به تحلیل میره، فشار زیاد. شما نگاه نکنید من میام جلوی دوربین توی اینستان یه مرکز کلک میام میخندم، شما وقتی که من این دوربین رو خاموش میکنم باید بیای منو ببینی. نعمت از دو آسمون میریخت، پر میکردن بسته بسته تو رو، این یه قرار داد بود بین زمین و آسمون که نظم بده آشوب و مرد خدا. نظم بده آشوب رو چی باید نظم بده؟ بود بین زمین و آسمون میریخت، پر میکردن بسته بسته تو رو، این یه قرار داد بود بین زمین و آسمون که نظم بده آشوب و زمین و آسمون، پلیدی و روشنایی، یعنی زمین و آسمون کلن نیستی و هستی، پلیدی و نیکی، یه قرارداد بین این دوتا بود که نظم بدن آشوب. مرد خدا گسسته شدم نیت مونده جمع ترسو تر و فکر شعله های جنگ، روز بعد جمع و بارکی نشون و از تو فقر کشیدن به کار بی ته، اصر تراکتورای دو پای بی قلب با شخم امنیت، تراکتورای دو پای انسان‌ها رو میگه، اصر تراکتورای دو پای بی قلب با شخم امنیت، با شخم امنیت، این ادعایی که حکومت میکنه ولی در عوضش امنیت داریم، شخم دارن میزنن به هوای امنیت، بکشت مالکیت، سود تولید، صدور بسته بسته نور و شلاق استبداد که کور کرد کور سورو، شلاق استبداد سیاسی، ترک کاملا مشخص سیاسی، صدور بسته بسته نور و شلاق استبداد که کور کرد کور سورو، و نور خدا که بسته شد به میله و علمی که اثبات نکرد این شکست نور، منو ببوس من دو پای وحشیم فارغ از دکور. یه خوردم احساسیه، اصلا معلوم نیست چیه، سیاسی، احساسی، اجتماعی این کار و عرفانی، ادبی. میگم همه چی هست لامصب. نور منو ببوس من دو پای وحشیم فارغ از دکور، اندیشه ی ترور مکان من بیرحم و ثبات و امنیتون، گلوله که زد بیرون تو سینه یه کلت. اما عجبه، گلوله که از بیرون زد از سینه یه کلت، به کلت بدنه انسان رو داد که از سینهش زد بیرون. چقدر چه نگاهی داره، چقدر عجیب فکر میکنه و مینویسه با او دنده گلوله که جای بعضی خالی در بیرونت تو سینه یک کلت. اما بیفرود تو اولین هدف و پارگی رو ترجیح دادم به سرزمین، مگر که بوسه عشق جایی می بود با ساخرین وطن، یه فاصله بین فرهنگ و مذاب طبیعت و هر دوگانگی از جنس بیت کلن جنسش عوض شد، تمام اون پدا و اون صداهایی که تو پارت اول، یعنی قبل از این قسمت، قبل از این ورس داشتیم، یک شکل دیگه گره و ریتم داره، سر زر سر هر زر میزن، یک و دو و دو 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 انتخاب و جبر که از پیش انتخاب تصمیم غیر شد، یهودا زمان و تسلیم شعر کن که بوسه ما هر مکان و پس میگرفت، یهودا چیکار کن، یهودا زمان و تسلیم شعر کن که بوسه ما هر مکان، یهودا مسیح و تسلیم حکام اون موقع کرد دیگه، الان میگه یهودا زمان رو تسلیم بوسه شعر کن، انتخاب تصمیم غیر شد، یهودا زمان رو تسلیم شعر کن که بوسه ما هر تسلیم شعر، زمان رو تسلیم شعر کن هر مکان و پس میگرفت، بوسه ما هر مکان و پس تسلیم شعر کن که بوسه ما هر مکان و پس میگرفت، تلو بده به خندت مستم کن منو، گرو بده به ترسم ما، دست از بوسه بر ندار تو جمع هزار این شومی تفاوت هام، و لو بده به وحدت بنا لو بده به وحدت، چیو به وحدت، وحدت که میدونین همون وحدت وجود میشه دیگه، وحدت یکی بودن، یکی شدن، وحدت ادا تو جمع هزار این شومی تفاوت هام، و لو بده به وحدت، به نام محرومان، به نام دل شکستگان، به نام تن فروشان، به نام خستگان، به نام تمام رنج کشیده ها. من نمیفهمم ترک سیاسی یا احساسی، هنوز اینو نفهمیدم که میگه آقا بیا وحدت داشته باشیم، بیاین اتحاد داشته باشیم، لو بده به وحدت، به نام محرومان، به نام دلشکستگان، به نام تن فروشان، به نام خستگان، به نام بی دستگان، به نام هروئین، به نام اعتیاد و زهر، به نام هروئین. چقدر عجیب، تا حالا کسی به نام هروئین کسی رو قسم نداد، به دستگان، به نام هروئین، به نام اعتیاد و زخم، صدای تروریست، تصویر قاصدک‌های خاور میان سرخی خبر، به نام دست بستگان و خشکی خطر، رو بوسه ناز و گرد،
دست بستگان، خدا نورو میگه به نام دست بستگان. دست چرا میگم خدا نورو میگه؟ خدا نور لباش تشنه بود، خشک بود، لباش خشک بود، دستش بسته بود و خشکی، یعنی احساس خشکی میکرد، تشنگی میکرد، دست بسته و خشک. نیومد بگه خدا نور. خدا نور رو با یه دست بسته شده و خشکی اعمال کرد. کای خاور میان سخی خبر به نام دست بستگان و خشکی خطر و بوست نازو که زمین و خون و خون یه سمت قبله میرفت و غیر از چم و شیر هیچ حادثه ای نیست به نام زنجیر شکستگان و زخم هر جهش که مثل سینم تنت زون یه قصه بی مقصده به نام تو که تشنه میبندنه تو استعمار و به نام تو که تو خشکی میبندنه استعمار دید. همون داستانو داره میگه، چون واقعا خدا نور خار منو گاید، یعنی شرایط خدا نور که دستاش بسته بود به یک میله که یک لیوان آب گذاشتن جلوش. من نمیفهمم بعضی از این بسیجی ها که حسین 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 مادر خودشون رو به خاطر حسین دارن میگن که مظلوم بود تشنه بود و فلان، بابا همین حکومت دقیقا داره همین کارو میکنه، کشتنه، تو چرا اینو متوجه نیستی؟ چه فرقی بین حسین و خدا نور داره؟ اصلا گیریم خدا نور جانی وحشی آدم کش ظالم همه چی هر چی که تو فکر میکنی قاچاقچی یعنی پلیدترین انسان روی زمین، این که تو دستشو ببندی جلوش خوش باشه جلوش لیوان آبو بذاری که عذابش بدی، یعنی اون با پس اون لد اون وای من قدر عصبی شدم کلمات از مغزم رفت بیرون. اون مهر و محبتی که توی اسلام میگن اون کلمه پریده چیه اسلامی، اون مهر اسلامی اسم عربیشو نمیدونم چیه، اون عطوفت اسلامی کوپ هست کستنه. بعد تو البته اینا همه پلیدن دیگه، خودشون هم میدونن پلیدن، یه مش عقده ای و فلان و اینا، فقط یه پیدر میبندن یا حسین یا حسین، خود همشون چونه هم میذارن کسننه ها، همشون پلیدن. وای دارم میترکم. به نام تو که تشنه میبندنه تو استعمار و استبداد و ظلم، تو استعمار و استبداد و ظلم تشنه میبندنت. بعد ادعای خدایی میکنید و علی و نمیدونم چی چی و چی، این بیشتر که اون آدمو پاره میکنه. بیاین بگید آقا ما کثافتیم، ما حرومزاده ایم، همینی که هست میزنیم ننتون رو میگاییم پول، این خیلی خوبه تا ادعای آدمای خوب و با خدا و اسلام و این چیزا رو در میاره. اسلامو گاید اصلا کل چون خر در آورد کسکش با اون دین کیت، خیلی دین پلیدیه. اصلا همین که میگن امام زمان میاد همه آدمای دنیا از بین میرن فقط خودش میمونن و چهار تا یار، این امام زمان نیست، این خود شیطانه که قراره بیاد پورتال باز بشه بیاد. نمیفهمم اصلا اسلام همین که ختنه میکنه ایجاد نقص عضو میکنه، همین نسب گرسنگی جنسیه ایرانی ها و مسلمان ها به خاطر اینکه یک سکس درست حسابی نمیتونن انجام بدن، تا فرو میکنن آبشون میاد، تمام کسایی که ختنه شدن دچار زود انزالی شدن، چون سر کیر اون چیزی که هست اون پوست اضافه‌ای که هست باعث میشه که حوصله توضیحشو ندارم اصلا بابا، اینقدر دیگه تعریفی هم دیگه خودتون میدونید دیگه. سلیب هزار شعر بی اصله به حفظ شده گانگ پوچی رو نمیپذیرن، اتفاقا هر روز میمیرن زنده میشن، پوچی رو نمیپذیرن، حذف شدگانی که پوچی رو نمیپذیرن، پوچی رو نمیپذیرن، بسیجی ها رو میگه من هر روز میمیرن زنده میشن. هش چقدر موزیک هم گاده، اصلا راجع به اسلام گفتم. شما مسجد رو نگاه کنید، مسجد گنبدش مثل پستون میمونه، منارش مثل کیر میمونه، بعد برو قرآن رو بخون همش راجع به پایین تنه و کنیزگیری رو بکنید و زن رو بزن و بکن چهار تا بگیر،
همش راجع به کس و کون و بکن و بگیر و خوب باش بری اون دنیا کس بهت بدن بکنی اونجا کس هست رو نهر هست بخوری ایو. همش توش داره از کسافتگاری و صحبت از کس و شعر جنسیه. بعد نمیدونم بشین پای حرفای آخوند. اصلا آخوندا ببینید ما بیشتر از آخوندا که قرآن نخوندیم، بیشتر از آخوندا نهج البلاغه نخوندیم، بیشتر از آخوندا کتب دینی نخوندیم که ببینید چه مادر جنده های چرک کثیفی هستن، چه لحاظ صورت کریهند، چه لحاظ سیرت کریهند کسننه ها. چرا؟ چون انقدر با اسلام وقت صرف کردن اونجوری شدن. میدونی چی میگم؟ چون وقتی که هی هروئین بکشی صورتت گاهی نمیشه به گاه میریدی، یعنی هروئینی اینا اسلامی هن، میدونی عصر کثافت و جنایتکار هن. بعد یه سریا که فکر میکنن مسلمونن، اصلا مسلمون نیست طرف، فکر میکنه مسلمونه. بعد موزیک آخراش چقدر کثیف شده، اون چیز حالت دیستروشن داده به صدا، یه خورده زبر کرده آهنگ. خیلی موزیک گاده، عالیه. باید برم دوباره گوش بدم. موزیک عجیبیه، شب عجیبیه امشب. بچه ها من ازتون میخوام، من قول دادم که دیگه راجب سیاست به خودم، راجب سیاست دیگه خیلی انرژی نذارم، وقت صرف نکنم، دیگه عمرم رو تباه کردم. 20 سال خارم گایید، خار خودم رو گاییدم سر سیاست و آگاهی رسانی و با مردم جنگ کردم، خیلی جنگیدم با مردم، با حکومت به جنگ کن، با مردم جنگ بکن که آقا درستو بهشون بگی چی غلط چیه. یک اکتیویستی بود توی امریکا با بردهداری مبارزه میکرد، یه خانومی بود اسمش یادم رفت، موز. خلاصه تونستن بردهداری و بعد از سالیان سال که حذف کردن از بین بردن، اومدن ازش مصاحبه گرفتن، گفتن سخت‌ترین مرحله اون فعالیتت برای حذف بردهداری چی بود؟ گفت سخت‌ترین مرحله این بود که بریم برده ها بگیم که تو نباید برده باشی، متقاعدشون کنیم که تو برده نیستی. برده ها گفت ما اگه برده نباشیم کی به ما غذا بده؟ کی به ما جای خواب بده؟ کجا بخوابیم؟ چی کار بکنیم؟ بیکار هیچ کاری نداریم انجام بدیم که کستنه. خب میری کار میکنی و خود پول در میری، مستقل میشه، خونه خودتو میخری، زنید وسایل خودتو خودت میخری کستکش. حالا بیا اینا رو بفهمون به ملت که چی به صلاحت. بعد میریزن سرت خفه شو، تو حسودی، تو فلانی، نمیفهمی، علکی توهم داری، علکی وصل میکنی اینو اون رو. طرف اسلحه ارگانی دستشه، توی پیج قدیمش نوشته Islamic Republic of Iran. تو ایران داره این همه از این چیزا میخونه. فقط میگم پوری نیست، اسم ببرم اصلا شاید خندتون میگیره، همه هستن. یعنی کسایی که مثل سورناو و یا سکوت کردن، اینا وصل نیستن. تازه امروز فهمیدم، امروز که چند وقت فهمیدم که یاس چرا سکوت کرده، فهمیدم که یا باید بخونه مادر جمهوری اسلامی رو حریف بده ننش رو بگاد، یا باید یه چیزی بخونه که به نفع جمهوری اسلامی. یعنی سفارشی میگن یا نباید بخونی، یا اگر میخونی باید این چیزی رو بخونی که ما میگیم، سفارشی باشه یا حواس پرت کنی باشه. واسه همین ترجیح میده نخونه، چون اگر بخونه باید بزنه ننه اول تا آخر رو بگاد که بچه 9 ساله رو تو خیابون کشتن، دختر مردم رو گرفتن، شکنجه کردن، اعضای بدنش رو در آوردن، فروختن. کسننه، اگر دشمنته، کافره، خب بگی بکشش تمام دیگه، چرا اعضای بدنش رو میفروشی؟ اینا رو همه تون فراموش کردی. گاد، خدا، الله، مگه دیس میشه؟ خداونده، رب همه رو تو 2 ساعت میگاد، پشت میکروفون میاد همه رو دیس میکنه، همه رو میگاد، اینقدر خفنه، درست داره تو رو میگاد، داره ایران رو میگاد. حالا بیا اینا رو بگو.
این آهنگر هم برید گوش بدید، یه ویوی بزنید، یه لایک بزنید. خیلی ادعایی توی آواز خوندن و آهنگسازی و تنظیم کردن توی هیچی من ادعایی ندارم، تو هیچی دیگه من ادعایی ندارم. نمیگم نه خواننده هم، نه آگاه هم، نه دانشی دارم، نه هیچی، نه علم اعداد میدونم، نه رقص بلدم، نه گیتاریستم، نه اصلا آدم، هیچی نیستم داداش. ولی خب همین هیچی رو یه حمایت بکن، یه سابسکرایبی بکن، یه لایکی بزن، یه کاری بکن، جای بعضی خالی. خداحافظ.